این زبان جدید تهرانی یه جوری شده، یه حرفایی میزنن خب بعضی نمیفهمن، یه خاتمی دوست داریم وحشتناک، آدم نمیفهمه این داره تعریف میکنه یا تهدید میکنه، یا میگه یه قهوه خوردم مرگ. البته ترک هم یه همچی چیزایی رو میگن ها، مثلا میگه یه خانم رو دیدم خیلی خوشگل بود، افتضاح. همینجوری میگیم، از کلمه استفاده میکنیم. موضوع هم مال حالا نیست، یعنی اگر بری عقب میتونیم بندازش بگیم تو همین 6-7 سال اینجوری شده، ولی نه، یه ذره قدیمی تره. ترانه هامون هم همینه، ترانه سراییمون هم همینه. فکر کن شادترین ترانه خانه تاریخ ایران، کسی که تا صداش در میومده همه دست میزدن و میرخصیرن و دستمال میگرفتن تو دستشون، شاد سرخوش مرحوم آقاسی. حالا احتمالا بعضی یادشون نیست، بعضی یادشون، حالا بهتر یادشون باشه، ولی من دارم میگم وقتی این میخوند همه شاد بودن. چی میخوند؟ میگه دل شده یک کاسه خون، به کنارم تو بمون منو با دیگری. خب بگو اگه دلت کاسه خونه چرا میرخصی؟ اگه طرف تو رو ول کرده با یکی دیگه داره میره، تو چرا دستمال تکون میدی؟ چرا خوشحالی؟ بدبختی نه این 300 نفری که دارم میره، اصلا هیچ کدوم گوش نمیدن. اون یکی وایستاده یه دامن طلایی پوشیده، با یه تاپ طلایی، با یه چکمه طلایی، موهاش هم طلایی کرده، صورتشو کار نمیتونسته بکنه، اکلیل زده، بعد نور بر او میتابد، تصویر منعکس در آب، بعد داره میرقصه. چی میخونه؟ شب شب عشق و شوره، شب شب ماه و نوره، با یار قرار گذاشتن، دیر کرده راهش دوره. یعنی این خانم علاق یه لیلی بایشه خب اگر دیر کرده احتمالا موبایلش هم خاموش کرده که نتونه به زنگ بزنه. خب برای چی میرخصی؟ تو الان باید نگران باشی، باید بدوی، باید موهاتو بکش، آخه این چه خبره؟ اون یکی همچین داره میرخصه، انگار مثلا اگر یه لحظه باشی کره زمین حرکتش متوقف میشه. کند و تون چی میخونه؟ اون جمعه به جمعه سر و گوشش می جمعه. یک هفته هم تأثیری نداره، هر هفته. بعد این خانم خوشحاله، می رخصه، اصلا شادی ملیه، همه ما خوشحالیم که از هر جمعه سر و گوشش می جمعه. یا خب یه وقتایی هست بعضیا مسائل خصوصیشون رو میگن، به ما ربطی نداره، چرا مشکلات خصوصیتون رو فریاد میزنی؟ خدا رحمتش کنه 190 سانت قد، خب یقه باز، سینه بیرون، پشمافیلی و اینا، بعد مشتا گره کرده فریاد میزنه یه معشوقه میخواستم. میخواستی که میخواستی، به ما چه؟ فکر ما چی کاره ای؟ مرد حسابی، خب تلفن بزن برو خیابون، به ما چه را میدی؟ خب خیلی هم نجیبی به مامانت، هر روز تو تلویزیون هی میگه یه معشوقه میخواستم، یه معشوقه برو نگید مسائل خصوصیتون رو.
نه حداقل یواش بگی.